در ایران رهبر رئیس جمهوری و سپاه پاسداران در نخستین واکنش های خود به حمله های تروریستی اخیر در تهران هر یک به نوعی سعی کردند آمریکا و عربستان سعودی را به نوعی مسئول جلوه دهند در همین حال مقامات امنیتی در تهران امروز از دستگیری یک نفری خبر دادند که از آنها با عنوان عناصر گروهک وهابی داعش یاد می‌کنند مسعود سفیری گزارش می‌دهد خبرگزاری های ایران امروز همزمان با گزارش های حاکی از دستگیری چلو یک نفر در ارتباط با حملات تروریستی دو روز پیش در تهران پیام تسلیت آیت الله خامنی به بازماندگان قربانیان را نیز منتشر کردند که بار دیگر از آن از آمریکا و عربستان سعودی نام برده بود. الکس وطنخوا پژوهشگر ارشد مؤسسه خبر میانه شتاب زدگی درباره چنین اظهار نظری را پرسش برانگیز می‌داند. من فکر می‌کنم این حرفایی که زده میشه که آمریکا و عربستان و غیره اسرائیل رو مقصر میدونن این یه بازی سیاسی میخوان امتیاز بگیرن ممکنه سندی هم پشتش نباشه اینی که مثلا گفته شده آمریکا پشت سر داعشه خب اگر اینطوره چطور ایران همین امروز بعد چند سال ایران داره با نیروهای آمریکایی بعضی وقتا مستقیم و بعضی وقتا غیر مستقیم با همین آمریکا در عراق ضد دایش داره همکاری میکنه ما اینو چه جوری توجیه میکنیم من فکر میکنم متاسفانه در خاورمیانه الان فضای سیاسی خیلی بده کشورهای مختلف به خصوص عربستان و سعودی و ایران به هم هیدرن تهمت میزنن آقای وطنخواه معتقد است تهران باید به جای اتهام زنی به دیگر کشورها دنبال راهی برای حل این مشکل باشد کشوری مثل ایران و عربستان هم از نظر مالی هم از نظر ایدئولوژیکی تاریخی و غیره اینا جایگاهی دارن که میتونن بشنن با هم صحبت کنن دنبال راه حل باشن نه اینکه هی دنبال امتیاز گرفتن و بخوان به دنیای دیگه مثلا اروپا و غیره نشون بدن که نه مثلا من ایران بهتر از عربستانم یا عربستان بگه من از ایران بهترم این فایده نداره این راه حل نیست آقای وطنخواه میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران هموار استراتژی توسل به زور و اسلحه را برای حل و فصل و مشکلات پیگیری کرده است ولی اینکه تمام راه حل‌ها در منطقه از نظر مبارزه است به نظر من غلطه تنها آیندهش اینه که ایران سالها دهه های آینده فقط باید در تنش و در جنگ باشه مثلا کشور سوریه رو شما نگاه کنید مثلا سپاه پاسداران حالا بگیم که در سوریه بتون از در نظامی پیروز بشه جنگ ببره اون وقت چی؟ آیا سپاه پاسداران و حتی حامیان سپاه پاسداران میتونیم بگیم مثلا هشت شعبی عراق یا حتی کشور مثلا روسیه آیا واقعا میتونن در دراز مدت در سوریه کاری بکنن که اون کشور رو دوباره برگردونن به اون کشور نرمالی که قبل این جنگ بود نه من فکر میکنم نظامی ها. نه نظامی ها فقط ایران و سپاه پاس در کل منطقه این در دراز مدت راه حل سیاسی آمریکا که بارها جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده در واکنش به حملات تروریستی اخیر تهران گفته دولت هایی که از تروریسم حمایت می کنند خود با ثمره شرارتی مواجه می شوند که مروج آن بودند مسعود سفیری صدای آمریکا